لحظه به بعد هم بازی آغاز میشه و حسین زمانی و حسن انتظاری هم او رو در امر قضاوت یاری میکنن. در بین سر و صدای زیاد تماشاگران حاضر در ورزشگاه این زردپوشان سپاهان هستن که آغاز کننده بازی هست. دوباره حرکت به سمت دروازه، رامین رضاییان یه دریپ دو طرفه رو میزنه، خودش حرکت میکنه، مورد تشویق هوادارهای سپاهان قرار میگیره، اما توپ لو میده. حالا این سم استقلال دست به حمله میزنه و خطا. دو تیم بازیکن خوب و کیفیت دارن که بتونن یه بازی زیبا و جذاب رو ارائه بکنن. ببینید این لحظه ای هست که تعادل محمد زبر نیک نفس به هم خورد. مقدار از این نما هم میبینیم چگونه صدر راه او شد فرشاد احمدزاده. مراقبت قرار میگیره به شکل پاس، حسین زاده جوان اقدام به زدن ضربه میکنه. این بازیکن 89 90 که بازی 4-3 شد در ورزشگاه آزادی، توپی که فرستاده میشه و حسینی پازان خودش میکنه. از فاصله حدود 35 متری باید ضربه زده بشه. ضربه مستقیم روانه دروازه میشه و درست جایی که حسینی پاس به جلوی دیگه، موقعیت برای بازیکنان سپاهان، کماکان موقعیت خط دفاعی استقلال باز شده، یه پاس به عمق برای فرشاد احمدزاده. حسین نژاد درگیری کماکان ادامه پیدا میکنه. زبیر نیک نفس یه لحظه اشتباه، کبین یامگا موقعیت برای استقلال، یامگا باز هم پیام نیازمند این اجازه رو نمیده تا 50,000 تماشاگر رو تشویق بکنه به خاطر این واکنش خوبی که انجام داد. ببینیم در تصویر آهسته این لحظه که دانشگر کم آورد، خیلی خوب اومد بس راه توپ رو پیام نیازمند. یه تک به تک دیگه گرفت از کبین یامگا، ضربه رو بلند میفرسته، کوین یامگا اثر میگذاره به دنبال تو موقعیت و باز هم دخالت به موقع سید پیام نیازمند. به شکل پاس رامین رضاییان با خطا متوقف میشه. ببینیم سازندگی میکنه این بارم یا نه. خود رامین میفرسته روی دروازه، یه موقعیت و پنالتی. پنالتی هست یا نه؟ بله پنالتی گرفته آقای کوپال ناظمی. این ارسال رامین رضاییان هست. این هم نزدیک که توپ خود به دسته از این نما هم ببینید. بله بله خورد به دست مدافع استقلال. از این نما هم کاملا مشخص آقای کوپال هم بلا فاصله نقطه پنالتی رو نشون داد. اسدی و حسینی چه خواهد شد؟ این ضربه پنالتی و بازم میگیره در برگشت و گل. گل برای سپاهان در ضربه ریبان دروازه استقلال باز میشه. پنالتی اول خیلی خوب حسینی گرفت، اما خوب خودش رو رسوند و در ریبان کارو تمام کرد. ببینید اینجا کمی مکس، ضربه اول خوب نزد، گرفت اینجا اما خیلی خوب خودش رو رسوند و با این ضربه بغل پا کارو تمام کرد. اصلا میبینیم اینجا گرفت و اینجا این ضربه رفت به همون جایی که هوادارهای سپاهان رو خوشحال کرد در ورزشگاه نقش جهان. سپاهان با این ضربه برگشتی پنالتی 1-0 نگذاشتن و رویه خوبی بهش دادن برای این بازی. پشت مدافعین موقعیت برای استقلال، ارسلان مطهری موقعیت مناسب و ضربه‌ای که به فضای بالای دروازه میره. حالا توپو برمی‌داره شکاری، رو به جلو میندازه پشت دفاع استقلال، برگشت توپ، یه موقعیت داخل محوطه جریمه، یه ضربه آکروباتیک و توپی که در اختیار حسینی قرار میگیره. ضد حمله‌های سپاهان توپو پشت توپ قرار گرفته، میفرسته روی دروازه خطرناکه و از روی دروازه دوباره کرنر اتفاق میفته. برگشت توپ، یه لحظه اشتباهی کرد نیلسون جونیور. ارسلان مطهری موقعیت برای استقلال، اما ارسلان مطهری از اون بازیکنایی نیست که بتونه مدافع پیش روشو برداره و کارو تمام بکنه. شاید یه لحظه اشتباه، موقعیت برای استقلال داخل محوطه جریمه، خیلی خطرناک بود و
ارسلان متحرین نتونست کار رو تمام بکنه. به شکل پاس هردانی موقعیت برای استقلال، موقعیت خطرناک و حالا توپ که از روی دروازه عبور میکنه مرادمند پیشتاخته میفرسته روی دروازه، یک ضربه سر خطرناک. چیزی نمانده بود که بار دوم دروازه استقلال باز بشه. چقدر مهلک و کشنده هستن این ارسال های رامین رضایی. نیک نفس میفرسته روی دروازه، دستان پیام نیازمند در راه رفتن، موقعیت همچنان موقعیت و خطا به سود استقلال. بازی داره با اعتراضای شدید دنبال میکنم. این بار به فرشاد احمدزاده بود کارت زرد داد، فکر میکنم کارت قرمز گرفت فرشاد احمدزاده و باید زمین بازی اخراج بشه تا این 5 دقیقه پایانی رو سپاهان 10 نفره بازی بکنه. به اون میندازه، موقعیت برای استقلال، یه ضربه خطرناک و میگیره توپ رو پیام نیازمند. روز به چشمی هم جلو اومده که وینیام رام هست، میفرستن روی دروازه، یه ضربه سر و دستان پیام نیازمند. بلند میفرسته توپ رو روی دروازه، ضربه سر. یکم اگر نیازمند جلوتر بود خیلی خطرناک بود. به شکل پاس توپ از اون سمت میخوان یه تیکه بفرستن، این کارو انجام میدن، خیلی بلنده روی هوا، موقعیت دستان پیام نیازمند. بازی رو تموم شده دیگه میدونن هوادارهای سپاه. تمام 90 دقیقه ماراتون سخت و نفسگیر سپاهان و استقلال با گل رضا اسدی از روی نقطه پنالتی به سود سپاهان به پایان میپذیره. خسته نباشید به بازیکنان هر دو تیم، به تیم خوب استقلال که 90 دقیقه جانانه بازی کرد، تیم سپاهان که تونست با یک بازی خوب هوادارانش رو خوشحال بکنه.